غذاهای سابق آخر ما برادر مرسم رسومش نانبوته داره. نانبوته از کجا شروع میشه؟ لیافی کلان در نامی شال کنجله میگفتیم از امید پش میگو اسپند و چیزا درست میشه. قماندو سه دیگه شما نام فرموستد در منطقه کمی نیالی تره که میگرس میمید خشبه میکرد و شقص میچکد اونو گذبوری که میگه که کنجغه بسم الله الرحمن الرحیم با اجازه دوستا سلام و احترامات خدا برای شما بزرگان تقدیم میکنم امروز برادرای عزیز آمدیم به سمت غرب کابل با وکیل صاحب معرفی شدیم و موجه سلام علیکم بالاخره لطف مهربانی کردن امروز ما را دعوت کردن به حساب صندلی که فرنگی سابق ما و شما رسم رواج ما و شما بود در قدیم که سابقا میشیشتن چی قسم رسم رواج داشتن چی قصا داشتن چی خوراکای داشتن چی کتابخانی های داشتن اینه میگه پاره حالا میخواییم از زبان وکیل صاحب بپرسم که چی گفتنی دارن سر زحمت دادیم اینا تشریف آوردن در منطقه برچی از گلایی متاکلا و به طرف چلگر یعنی که ما و شما من ششته هستیم صاحب قلعه چلگر میگه اینجا یعنی دوستا برادر ما زحمت کشتن تکلیف کشتن آمدن اینجا کم رسم رسوم سابقه را بدانم که چی رسم رسوم داشتیم سابق پدرهای ما نیکان ما بزرگان ما چی رسم رسوم داشتن باز ما خوزمه خودتر هستیم جناب آقای شفق جناب نوری سیب اینا معلومات های خودتر دارن بازمان تمام معلومات هایی که سابق هست همراه شما شریک میسازن وکیل صاحب ببخشید اسم خدا نگفتیم سلطان حسین سلطان حسین ابراهیمی خب باشنده این محل هستیم باشنده این محل هستیم اجانب خب بسیار وکیل صاحب میشه شما هم خدا معرفی کنیم بسم الله الرحمن الرحیم به اجازه دوستان من اسم امان الله تخلص ما شفق اصالتاً از ولایت دایکنبی فیلن باشنده قرار چیزگری برچی هستم و خدمت دوستا قرار داریم بسیار خوب روی برنامه فرهنگی صندلی که از یادگار سابقه و سابق پدرها و بزرگان های ماست خب آجی صاحب میشه شما از شما هم یک معرفی داشته باشیم حالا معرفی کنیم مهربانی است اسم از ماست محمد ایسا تخلص از تعظیمی از ولایت غزنی ولسوالی ناور بسیار خوب فعلا در ساحه چیدگر میشنی یعنی ساحه وکیل ابراهیمی کس در خانه آقای ابراهیمی همه یعنی میگه دوستا که جمع است من در کنار از جایی دیگه یعنی شیشته با هم صحبت میکنم علی صاحب شما بفرمایید آجوای شفایی ولایت غزنی ولسوالی ناور فعلا شما قلعه چیدگر خانه وکیل صاحب اینجا تشریف آورده خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید علی صاحب میشه شما خدا معرفی کنیم در خدمت محترم بسم الله الرحمن الرحیم بنده خدا اسم محمد اسحاق فاملی نوری از ولایت غزنی و رسوانی ناهور منطقه ما را به نام گرماب جرغی میگن دیگه حالا ساکن هستیم در امین کابل خلای شدگر یکی از جمله مریتون وکیل صاحب ابراهیمی هستیم طالب رو در خانهشان تشریف رو میکنیم خب ببخشیم بگرشم رحمت شدم آقای صاحب دیگه سوال های خود شروع رو ببینیم که بر ما چی دارن اون روز آقای صاحب دیگه از خودت خواهش میکنیم که زبان خودت بشنویم که در سابق شما چی قسم رسم رواج داشتین خصوصا در وطن که بودیم صندلی از امی صندلی بله خب حساب صندلی زمستان هست دیگه تشکر صاحب زنده باشه من یاد داشتی که از پدرها و بزرگای ما مانده خاطراتی که از صندلی داریم پدر و پدر کلان ما حاتم پدر ما که حال فعلا به رحمت خدا رفته اونا قسم یعجیب صحبت میکردن مثلا صندلی رو اونا قسم میکردن مثلا مرمون که در
منطقه ما که مولسوالی بندر سنگتخت باشه بله ولایت دایکنده شبها رو همی بزرگای ما جمع میشنن اونا پدر کلان هم از جمله مویسف دا و قریادارای اون محل منطقه بودن بله بله از اینا صندلی را که میماندن روی صندلی یعنی میتونه که برای فعلا مایی چیزا را قرار دادیم روی از یک کتاب و داستانه و چیز شانمه خانی بودن به حساب سکندر نام خانی بودن بخبا امیر ارسلان را میخواندن قصه یوسف و زلیخا را میکردن شبها را به میشکل اینا به نوبت هم تیر میکردن مثال ما میخواد دوستایی که اینجا قرار داره بله خدمت آقای ابراهیمی صاحب و دوستای دیگر نوبت مثال آقای نوری نوبت شروع میکردن شاهنامه را اینا میخواندن دو ورق و سه ورق و چرا او کتاب ها مثال کلان بود کلان کلان اینا بله. که مانده میشدن حالا هم هست همون کتاب ها هست بایی هست که میبود حالا یک شاهنامه میخواندن اگر میگفتین مانجم میکردن بار دیگه بود که آگاهی قبلی نداشتی مال داستان چه صحبت میکنن باز اینا سب نوبت میرسن ده اینا اینا باز شروع میکردن سکندر نامه را و هم داستان های عجیب و غریب داره که مثلا سکندر از کجا رفت و کجا رفت و در فلان جایی که جنگ های از اینا بای شهرزاد خان شهر درده که اونا چیزهای عجیب و غریب قیاس هایی داشتن همی سکندر جانگوشا همی سکندر که بنام زلقرنین میگه زلقرنین بله که یک جایی میره قرار بود داستانی از اون ما بود زمان ها خورد بدیم قصه هم میکنه اونا میخواندن که وقتی سکندر زلقرنین در چیز رفتن شیردره منطقه ای به نام که دو زمان در اسپانیا بوده کسی به نام شیرزاد خان در مقابل از این قرار میگیره این پالوان ها را که خدمت از این روان میکنه اینا ها پالوان که میره پیش از این شیرزاد خان شیرزاد خان و قدر قوی بوده زمانی که کد از اینا دیست و پنجه میشه اینا را که میگیره تا مثل تالی تر را که کسی میگیره قیق میکنه این در مقابل هم دیگر به حساب اونا را که یک پایش زیر پای دیگر از دیست کشیده میکرد تا که ایره دو پاره میکرده داستان های عجیب و غریبی که بنا قصه میکرده ما بچه بودیم ایران میماندیم که والا آدم قدر قوی باشه که نفر دیگر بگیره یک پایش زیر پای خود کنه پای دیگر شد بکشه این تا تراغ از ایره ایره دو قسمت کنه یه از داستان های عجیب و غریبی بودن صرف که ما در دوران ها که همین پدر کلان های ما جمع میشدن این قصه شاهنامه و سکندر نامه و داستان یوسف زلیخا به اصلاحی چیزا را که میخواندن باز ما گوش میگرفتیم بر شما در این قسمت کجای زیاد جالب بود که شما گوش میگرفتی اونا میخواندن کجایش بسیار بر شما لذت بخش بود حالا ما جای بسیار برای ما تعجب آور و چی بودم این داستانایی که به اصلاح بگنا از قدرت و پالوانی و موچی و زمانه صحبت میکردن که آدم ها به اون دزه قوی بدن که پالوان دیگر که چپا میکرد بعد از چپا کردن میره به چی شکل دوپاره میکردن منداختن این برای ما بزار در دیوار خدا دیگه حالا او وقتا نیزده حالی او زمان نیزده از صندلی بگوین حاجی صاحب همی رسم رواج صندلی در منطقه شما چه رقم بود؟ این چه رقم گرم میکردن در کدام وقت مانده میشد؟ چی وقت پس جمع میشد؟ این کی میوار داشت؟ این ازی اگه کدام معلومات داشت؟ دیره خدمت شما عرض کنم صاحب کمی بزرگای ما قصه میکنن صندلی فقط از این زمان به اصطلاح ما و شما که از اول برج قوس مانده میشد و از اون زمان که تو شرایط امکانات فعلی نبودن اگر چی میکردن یک چیزی رو ما به نام چلمه داریم که او از ایوانات به وجود میاد او را اول می گرفتن یک جای دیگدان بسیار کلان داشتن این خورده مثلا این ساحه بسیار کلانه دیگدان این را قلم میکردن آتش میکردن خوب صحیح وقتی که او قوق میشد باز قوق از اون در بین یک چیز می گرفت صندلی هم صندلی های چوبی بسیار کلان بود صندلی را سرش می آمد که ما شما زغال میگیم اون زمان از اون چیزهای استفاده میکردن تا اون زمانی که اون خوب میشه که از اون زیر صندلی میمون دی باز گنس نمیکرد نه اونمو که گرم بود یعنی اینطور که چیز رو سرش مینداختی خو خورد از اون سال الان ساهی بسیار نفر زیاد میشه باز یعنی این نفرهای کتاب خان و چیزهایش یعنی کتاب های خود سر صندلی میمون داستان و قصه رو میخوان و مردم دیگر گوش میگرد اصلی گرم کردن صندلی اونمو آتش بودن از اون آتش استفاده میکردن بین کدام چار خشتی میگرفتن دلی جور میکردن اره میماندن بازی چیز را سرش میماندن صندلی دورش جمع میشد این چار خشتیش چه رقم
سرخشتی از این همی خانه مثال ما شما میگیرسیش از اونجا تا اینجا یک متر دا یک متر دا یک کنه متر چارخشتی جور میکنند باز در بین از چارخشتی اونو ما آتیش روشن میکنند تا زمانی که او تبدیل در زغال یا خوب میشه داشتیش بازو رو میاردند زیر صندلی میماندند چیز سرش میماندند قرار جمع میمشدند اینطور پشتی ها رو مثل ما رو شما مانده قرار در پشتی ها تکیه میکنند کسایی که داستان رو گوش میکنند اونا فقط تکیه کده بود و کسی که میخوانده به اونمونجه بسیار با صدای خوب و بلند دیگر یا سکندرنامه رو میخوان یا شاهنامه رو میخوان یا با حساب یوسف زلیخا رو میخوان اونو زیادتر شعر است بسیار با صدای بلند و خوب باز اون عموما چند نفر گرد صندلی جمع میشده دمو آباتی طور چیزی بود مثلا آباتی ها فرق داشت آباتی که کلان بود بالای 40-50 نفر جمع بود که مو اتاق پور بود علاوه صندلی و صندلی هم بود یک تعداد موی سفیدایی که به اصلا بزرگتر موی سفیدتر بود اونا زیر صندلی میشتم فقط اونمون نفر یه عمله خان و کتاب خانش باز بود و هم دفاروی از اینا بود دیگه اون اتاق پور بود چی شب بود دیگه گوش میکردن آی سر امی خوراکا چی بود رسم رواج او وقت دمی گرد صندلی امی زمستان چی خوراکا بود چند نوع بود چه رقم بود اگر ما در اون زمان ها سای بزرگ زمان های سادگی و به حساب تقریبا مردم خیلی در حالت فقر و پسماندگی زندگی میکردن خوراک های چه خوب از خوراک فعلی که نمی گندم و جو و این چیزا بودن ولی خوراک هایی که اونا به عنوان ساتیری میاردن بیریان گندم بودن گندم بیریان که گندم بیریان میکردن میاردن میانداختن مثلا چیزی به نام باقلی داریم که همچی داریم او را مینداختن به حساب نرم میکردن که او را مثل چی واری همی دانه نخود چیزا و این پوسکی میکردن و پوسی از رو یک جای مینداختن خودش را نشیان میکردن این خوراک های ساتیریش دو زمان نمی گندم بریان و توتو به اصلاح نمی باکولی و یه چیزا بودن که اونا فقط ساتیریش را نمو بود وقتی کسر دیگه میخوان و اونا دیگه یا بریان خود میخوایدن یا به حساب اون باکولی خود پوسکی میکردن یعنی چیزها جمله خوراک های خشکی که در اون زمان بودن یا به حساب چیزهایی که در اون زمان رواج بودن بنام ما بسرا میگیم این منطقه باز فرق میکنه منطقه بنام روغن جوچی میگن حالا بله بازور رو میآوردن در ما بین میماندن از اون استفاده میکنن در این مجلسی منو میخواد معمولا ساتری هاشی روی ازمی بودن اون خانه ای که خانه کلان و بزرگایشون رو جمع میشد و اون چیز همون خانه تهیه میکرد در اون باز خارج از موضوع صندلی همی مردم محل که بودن طبعا یا دوستا بودن یا از یک فامیل و یک خیش قوم بودن رسم و رواجه از یاد چه رقم بود گزاری از یاد میشد در یک محل به اتفاق چطور بود یک هم دردی در بین از یاد چه رقم بود اونا رسم رواج های بسیار رسم رواج های خوبی داشتن در منطقه مثلا در محل و قریه یک خانواده و یک چیز زنده میکردن یک تعدادی از این مردم مثلا همو اهالی ساکنین اصلی همو منطقه بودن به حساب صاحب زمین ها و صاحب ملک ها بودن یک تعداد دیگه به نام همسایه و به اصطلاح دیخان و کراکار و یک چیزای از یاد بازی چیزایی بودن که در زمانی که شرایط کاری می آمدن چیه می آمدن از اون مردم هم کاری می خواستن در مسائل در مسائل مشکلات خود در مسائل زندگی خود و حتی رواجه بود که در این وقتهای زمستان و وقت صندلی رواج میمانی برقرار بود مثلا آقای نوری رو میگتیم آقای نوری شما خیلی شب تشریف داری شب دیگر اینمی مردم جای شما میمان خب اینا تایه میگرفتن نوبت از اینا تیرم سر شما هم اما آباتی تا زمانی که نوبت میمانی چی تیار میکردن این یا همون چیزی که وقت میمانی مختلف بود نظر در قدرت یا منافر مثلا اکثر مردم ها زمستان لندی میکردن در محل شما این رواج بود ای چیز؟ نه در محل ما رواج لندی نبودن مثلا رواج گوسفند زنده را حلال میکردن اونو را به حساب یا پلاوی یا خرمه یا شوروا یک چیز جور میکردن این مردم میدادن مردم هایی که قدرتش خوبتر بود و یکی ضعیفتر بود مثلا یک دو دانه مرغه چی میکنن مقصد نوبت خود را تیر میکنن هر کسی اینطور هم نبود و خوراک های دیگه محلی هم بودن که به حساب اوشورک میگفتن و قروتی میگفتن و به حساب چی ما منطقه ما فرق میکنن مثلا دوستایی که از ولایت غزنی اینا کچری قرود و به حساب نان پیتا و ایچیزا میگم ما قروتی میگیم شیر روغن میگیم به حساب دیگر
این چیزا در منطقه از ما رواج این چیزا بودن که دینیم این چیزا حتی او کسی که گوزپن و مرغ نداشتن دینیم این نوبت خود تیر میکردن این تو نبود که از خانش خوش تیر شد کسی خالی سر تشکرند معلومات هست بسار اک معلومات بسار مخول چی کدی معرفی کدی حالا میپرسیم از وکیل صاحب که وکیل صاحب چی گفتنی داره خدمت شما عرش آخو رسم رسوم سابقه اینا به شفق صاحب گفتم چیزی که در جای از ما رواج بودن از سابق مثلا نمی صندلی است این صندلی در اصل زیر یک دانه کاسگگ از گل جور میکردن از گل بله بله بازی زغال های زیر یک قسم چوب در منطقه های از ما در اوکلوها در نام ارچه میگیم او رو مردم در مولاق می آوردن در قریه بازو رو میده میکردن همونجا او رو آتش میکردن باز آتش از رو پس زرگیل میکرد این زغال میشدی باز این زغال داخل زیر صندلی داخل همون یک کوزه ما کوزه گیلی بله بله کوزه گیلی بله. جور میکرد داخل نمزو میمانده که برادر ما تا صبح نمی مجلس گرم بده یمی خواه کلیگه از گرمی نمزی استفاده میکرد دیگه در قسمتی غذاهای سابق منطقه ما برادر ما رسم رسومش نانبوته دارد بله. نانبوته از کجا شروع میشه اول او رو پتیل میکنه باز پتیل برادر خوش میکنه و بوره میکوبه او رو که میکوبه نانبوته از او جور میشه بله. او رو قدوخ تر میکنه برادر ما سخت و مرخمین باز داخلش روغن میزن یعنی خوراکایش بله. دیگه خدمت تر شد برادر ما یک قسم غذاهای دیگر جور میکردن برادر ما چوب جوش میگیم ما مثلا آرده خمیر میکنه خمیر داخل روغن میزنه بزرگ بغن بغن رقمی او رو چوب جوش میکنه که از او برادر او زمان ما بچه بدیم یک دانش که میخوردیم یک پنج روز دیگر گرد دیوال چوب برده گشتن فهمیدی؟ بله بله از او دیگر اون یه رسم رسوم برادر ما قروتی بودن زمستان ها که صندلی بود برادر ما همی زیادتر اونجا بریو هست دیگه همزی باقلی مردم زیادتر میکنن پخته میکنن دیگه خدمت هر شبه یعنی می چیزا به سابق نجام سمت شما فکر کنم همی قروتی را بسیار خوب جورم میکنم آه بسیار به خاطر که همی قروت بامیان خصوصا سمت از آراجان در بازار که بری بلندترین قروت که از قروت بامیان است یا از آراجان دیگه میای خب بامیان قیمتترین قروت است اگر بیسود بیا دایکندی بیا خب باز میگن که قروت بامیان است قیمت این قروت از یک چرا قدر قیمت است از دیگه ولایت ها قیمتش بالا نیست کیفیتش بالا نیست از این سمت شما چرا ای توی این قروت یک مشهور است این خارج میره مردم میخواه این چرا ای قدر مشهور است قروت اول فرق میکنه امزو گوه که شیر میگیری الاف از فرق میکنه مثلا رشقه میتی و منطقه ما بندرگو داره چمن داره اینی چیزا بسیار همو شیر زور شیرین میکنه وقتی که رو برادر وقتی که دوغ جر میکنی دوغ از این باز دیگه قرزو دیگه چیز گرد نمیکنه صرف دم یک خلطه آوازان میکنه که ما آوازو خشک میشه اما خالیس چکی زور میگیره برادر قروت جر میکنه او بسیار یک چیز سفید نمونه یک ذره نمک هم قدش گرد میکنه که بخوری دیگه از مزه شیر دیگه سیر نمیکنی دیگه بعض جایی که هست مثلا همو شیری همزو گو فرق میکنه چون که علا همی در اصل علفش فرق میکنه علف رشقه زیادتر چیزای شیر خوب داره میده دیگه یه نمی رقم از خجیسی خب بسیار قصه شیرین شده رفته میره دیگر باش که آجی صاحب اسم شما را فراموش نوری صاحب نوری صاحب دیگر نوری صاحب از شما میشنویم که شما سرگذشت سابقه را کتیال چه رقم مقایسه میکنیم از شما بشنویم خدمت شما عرض کنم که ما یک نوع عروسی داشتیم محترم خواه وقتی که امروز دیگه برنامه شاز که باید بر عروسی خدا به خیر بیاره خواه روز امروز عروسی عروسی وقت موتری نبود مدا اسب بود اسب بود
بازی اسب یکیشو سوار میشد داماد، یکیشم پدر داماد، یکی دیگهشم مادر داماد. بله. که از این به طرف خانه عروس میرفت. بله. باز از این یک رواج دیگه داشتن ما دیگه میمانا نمیرفتن. میرفتن. و از پشت از نام خیشو بود. دیگه سوار سواریایی بودن که 7 تا 8 تا 10 تا اسبم داشتن که می اومدن. ولی اصل قصه سرمزی عروس و داماد و خیش. دیگه خدمت عرض شده که می داماد وقتی اسب سوار میشد دوره با باز ما میگفتیم که جور اسب یک رقم یال پوش بود که او را از این آینکای ریزه ریزه و مثلی که یک رقم دسمال دیم پاکستان بود یک بله بله. ریشه میشه داشت این رمزه سر اسب که میداختی گوشای اسب هم برای سراخ میکرد یک دانه تاویزه ایده در پیشوری اسب غیر امی یک چشمای اسب مالی میشه دیگه تمام این امی شال که رنگشون سفید بود تا آخیر اسبی کشیده میشه با زیر پای از دامادم که او در زیر زین بود دامادم دیگه به افتخار ششته می بود دیگه شاه بود دیگه بازی از ما قدغو میگیم مادر شاره دیگه خیش میگیم پدر شاره از خیش و قدغو بگم یک یال پوشک بود می گردن اسب مینداخت اسب هم شاه میکرد اسب هم شاه بود علی معلوم دار بود که بین 10 تا 12 تا یکی به کیه بازی ها که می آمدن اونم اینجا دیگه بعد از باز دو وقتی که رواج ما بود اینمی گو میکشتن و شوروا میدادن نانه دم روز عروسی دیگه باز از اون که اینمی عروسی که میکشید باز یک رواج بود که اگر قم شالای سبز بود شاید شما هم دیده باشید دیدم یادم هست اونم از اون در سر یکی خوزی سر تا سری بود لاته سفیدی که سر عروس ها مینداخت دیگه باز این شال سبز دیگه هم که در سر شال عشدار میگفت چی میگفت باز این هم بود در سر عروس که هم یک ذره وجود از این دیده نمیشت مثال واره نبود که در آرایشگاه میرم دیدی بلا هم میسازم بله این عروس هیچ جایی از این دیده نمیشد اون رومال بود یه مال رومال میگفتون همی آرایش عروس کتیال او وقت هم فرق میشد زمین داست او وقت که بود طبیعی آرایش بود آفر آل کس آرایش است که مثلا مصنوعی مصنوعی است او وقت طبیعی بود بازی عروس که از این سر از سوار میشده دیگه اونمی یک چند تا بچه و برادر دختر یاره همیتون قدریه و قدی دسمال همراهی میکرد تو دیدن یک 50 قدم 60 قدم امی عروسه بعد از اون دیگه اختمی بچه بود که پیش داماد امی دسمار رو خوده مثل که بازی میکنه دیگه می آوردی تا باز زمیره ببخشی گپت یادت نره امی عروس سر اسب میشاندن بعض جا دوستا قصه کردن گفت دولی بود در دولی میشن نه جای از من فقط سر اسب سر زود زین که دیگه چیز در بالای زود زین نبود غیر اونمو یال پوشی که ما میگیم اونمو یک چیزی که بودیم در قمی رنگ و رنگ که دیش گل مل میدوختن تو گپا دیگه چیزی نبود سر زود زین بود اونمو عروس بود اونمو قیزه بود اونمو اسب بود که دیگه چیزی نداشتن دوله موله نداشتن اگه باز این فاصله زیاد می بود مثلا از یک ده یک قریه ایر عروس و شاه کم دورتر می بود بازی چه رقم می شد این فاصله را وقت و زمان محترم برید بگویم که 400 5 ساعت وقت موتر نبود در پیاده از اینجا ما می رفتیم به نام خیشو دنبال عروس یعنی عروس 4 ساعت 5 ساعت این راه اقل نمی که روز در روز برمیگردی بله. صبح از این حرکت میکردی قدامات میرفتی یک نان در خانه خیش اونجا میخوردی عروس خود میگیرسی میامدی بله. که پیشین میرسیدی ولی عروسایی بود که شو میماندی امیلی میرسم رواج ماد اونمو شا اونمو اسب اونمو مردم یک عده پیاده یک عده سوار امی مسافه را تای میکرد امی مسافه را تای میکرد که اگه شو میشد شان باران میشد دگه میشد تجهیزات کتی خود داشتن دیگه از عجب جای صحبت کردی یعنی جمله رو تو دایدیم دادی این محترم که ما میرفتیم به نام شوقو بود عروس خانهش دورست از اینی که نالمان رو میخوردن یک دسته امی خیشو حدودا صد یک و نیم صد نفر دیگه یا میرفتن اونجا که میرفتن دیگه تا میرسید اونمو چای و نان آماده و تیار البته اکثریت این شوروا بود جای ما بعد شو اینا میماندن شو که میماندن دونم اونجا ساتری پا تری خود میکدن دیگه داماد کالا میپشوندن در اونجا صبح که میشد دمو اول صبح عروس میگرفت در دست داماد میداد میامد باز او رو به نامی سایبای را یادش خواهد باشه امون گسپوری که میده که
چی میگه؟ قنجغم. قنجغم. یک گوسفند دیگر باز امی خیشو که پس می اومد قد عروس قتی یک گوسفند دیگر می کشت و خیش پدر دختر دیر تسلیم امزی جمله خیشو میکرد که دیر شما برین در راه بخونه اون با نام قنجغم باز او رو می آوردن برفت دو سال سه سال را که می آمدیم دیگر را که نصفه می شود اون رو عروس هم تا می شود داماد هم تا می شود حالا امی رواج فکر کنم از به نام ناشتایی است ناشتایی است کرد عروس یک جا یک چیز میگیرن مثلا یک مرغ بریان یک چیز جور میکنه مالک برنام ناشتایی بیاد میکنه دست شما قنجقه بود قنجقه باز دایی چی چی می بود دایی قنجقه فقط گوشت دیگه هیچ چیزی نبود اون یک چند تا رفیده نان یک قدرمو یک گوسفند که میکشت و او رو پخته میکرد اما گوشت پخته زوره بازی ها رو که میامدن میخشو در وسط را اونمو رو عروس هم پایین میکرد برفرض اگه بیابان بود اون دم دشت بیابان نهم چمن میشتن یک گله موار میکردن چه یک فضای کیفیت داره باشه حالا خو کاروس هم میگیرن دمی زمانه ترقی در آبندان که بند ما نوروز هم خواب میبره شهر آبند دیگه او خو چقدر جالب بوده که قنجقه را می آوردن آوار میکدن در دشت بیابان در دامنه که یک خاطره بود در وقت دیگه کامرام نبود که اگه نکاشی میکدن فقط اینی میده کم داشت اگه بیست سال خودت چطور حاجی صاحب در قنجقه نان خوردی خوردیم یا در سیستم جدید بوده نه در سیستم قدیمی بود قنجقه داشتیم ما اونوی که می آورد باز دیگه یعنی بود رواج عروس و داماد از همی مسائل تکیه خانه یاد کده این حاجی صاحب همی تکیه خانه امروزی را که ما فعلا می بینیم همی برادرای اهل تشیع همی مراسم که فعلا اجرا میشه به می شکل بود یا در او زمان فرق داشت چون او زمان امکانات کم بود همی مراسم که حال از او وقت چی فرق داشته محترم فرق داشت چرا نه او وقت اول چکه می بود این ملاهایی که آقای است او وقت هیج نبود نه افر یک ملاهی بود که امی پنج کتابه که می خوام این به نام آخون معرفی می شود این می رفت یک مسجد یا برفت یک تکه خانه رو اداره می کرد بیست خانه سی خانه رو اون ملایی شد بکرد به نام ملا بعد اکشن نفری بچه ها رو می آورد تا امو درده که خودش درس خانده بود یاره درس می داد بعد از در مسئله عزاداری سید شهدا این برنامه ما بسیار مهم بود که در امی ده عاشورا چی در اون ساحاتای کوبند در اون سابقه رام بند بود رام که بند بود دیگه برنامه امی عاشورای ما زنده بود در اون وقتا حتی امی خانما در امی روز ده محرم که از اول شروع میشد تا می در اول که یک نظر داشتن هر رکی اینال ما جمله هستیم در امی مسجد به امی منبر برفرض اسم پینجا خانه یعنی رو تقسیم میکنم تا در روز هر سه خانه یک روز باید بده نظر نظر این سه خانه باز پیش میشد دیگه نوبت اول از موتوس ما سه تا گوسفندای خدا می آوردیم از گوساله یو با بالا نداشتیم و از گوسفند دوینوم سیره با پایین نداشتیم این نظر باز این میره که صبح می آوردیم اونو می جده پیش علم ابوالفضل آقا زبح می کدیم باز اونو رو می بردن در واتشخانه داشت دیگه تکه خانه او رو پخته می کرد گوش شروع جور می کدم دیگه اینا رو چقدر آرت ما باید امروز تقسیم کنیم که صبح مای میمان ها رو بیتیم او دیدن ار خانه سیز نوزیر نوزیر ها رو تقسیم می کدیم با ساعت های چار همین وقتا که می شد خاندن زودتر گرفته میشه ساعت های سه بجه چار چار نیم بجه یه خواندن خلاص میشد ملا دعا میکرد باز دو یک رواج بود که مردا اندمی تکیه خانه نان میخورنن با زنا را دیگه اونمو هر کسی یک کاسه داد دست خود داشت دیگه برفرض او از سه نفر به خانه نان خور مثل خانم دو تا دختر داره خانم شست یک نفر مسافر داره یعنی میره اونم نفری که سر گوش شده یعنی بخشی مسافرش یعنی بخشی سه نفرش شروع خودمون رو زیر میگیسی میره دو تا خانه چای سابقی در ساحایی که از ما بود کلی آقای نوری و وکیل صاحب صحبت کرد دیگه یعنی چیزا یعنی در ساحایی از ما جواج سندلی اونمو بود اون آقای نوری هم گفت که سندلی کم کم هم تو برداشته شد نه به خاطر از اینکه یالی توخانه جور شده بود بله دیگه وسایل های برقی یالی هم ده یعنی چیزا بودی سندلی فعلا در ساحایی از ما دیگه کمرنگ شده گم شده بخیج نمنده دیگه یعنی تو بعضی ساحایی
قبول کنه اینال یک اندازه اقتصاد بسیار ضعیف است مردم بلا دیگر کلیگه شری و زغال استفاده نمیستن دلی زوری در ساحه از من اونجا میرانی میده چیدگر اینجا بود تو از من اونجا بود که تو سر جو باز بود مسئله عروسی پیش اومد که ابو چیزی ما ملی عروسی ما از یاد ما نره اصل گپ ما نه اصل گپ دو رقم ملا ما داشتیم یک دوانی داشتیم گوشکشی نبود در منطقه ما این در روز عروسی میشه فقط روز عروسی چه خوبه اونم در کجا حال نمیشه حال نمیشه حال دیگه حال دیگه موتر است اون وقت که بازم درمی جایی که عروس بود این دو شب ما شب میگفتیم همین دو میله اینجا صورت میگیره یعنی که تانوز عروس نرفته دیگه از نبرامل از خانه پدره بود یعنی میگه اول چهار تا پنج تا اسب دوان شو تا صبح تو یک دان اسب دوان داشتی این رو ما سیغو میکیم سیغو میدادیم بیگردانو بیگردانو علف کم بیدیم یک رقم میشید که کمر اسب این میقدر میشد چی اسبایی وزی ها رو میامد دیگه اونه شرط اینا میکرد دیگر کدامشون که اول میشد دیوم میشد تا دیوم اینا شرط داشت برفرض 4000 شرط بود اونمو 3000ش بود از اول 1000ش بود از دیوم ای اسب بمانیم یعنی شرط میمان که هر کس برنده شد اونم از اون خب ایره کی کرد کی شرط میزد که توی خاندان عروس شا نه. یا در بین خود بچه خیلا این حالی من دختر وکیل سایی سر از اردو جانب میگرفت دختر از اون رو من در بچه خود گرفتم نه وقتی که میرم در جای ازی ای آدم میگیر از من اگه مرا شرد اسب مرا شرد توفنگ او میگیره باز مردم مور ازی میگیره که دیگه تو برادر امروز خیش و پستی پایه توستی بیا شرد ما رو بیتی بازی آنمون باید گرم 4000 پا تو رو میتر تو رقمی که میگیره بازی چه رقم برگزار میشه یعنی می اسبا رو که میبره میگه برفرض دی آخری پته سر چهار راه او خب بسیار دور است بسیار دور است حدودا فکر کنیم که امی 40 دقیقه که آدم خوبه می که تیز بره یعنی نیست اولش اینجا و آخرش رو می که خوب که تیز بره 5-10 کیلومتر راه نه می چیز باید باز یعنی از پاره می چهار دانه اسب یا شش دانه اسب که می رفت اون دمو آخری پیته یعنی اینجا باز یک نفر دیگر رو آخری پیته اگه سوار دیگر رو رایی میکرد اون دیگه نفری بود نفری بود یعنی باز یعنی دم یک دو سه رویای اسب دور میداد اونم اونجا بیا دیگه هر کدامشون که پیش میشد 3000 اونم از او بود 1000 هم از دویم سه و چهارم دیگه نه این شرط شرطی از با شرط تفنگ ما داشتیم اون زمانم تفنگ ها چی رقم تفنگ ها یک تفنگ بود به نام تاجدار که اینی قدر بود مرمی از خودشان جور میکدن خودشان وطنی بود وطنی البته خود اصلی از او خوب همزی خارجی آمده بود خود تفنگ ولی مرمی رو خود نو جور میکدن دیگه یعنی چیز میگید گلوله جور میکد دانتور آفرین دانتور خیلی بین دیگه برادر اون داروم خودشان جور میکد اون مزو میگرفت برادر جور میکد دیگه زمستان یک دیواجم ایام بود سابق کنم یک دانه سبت میرو سبت چیز سبت های شگور میگفتن آفرین قدم کجاوه باره یک سبت که داخل از علاف ملاف پر میکردن این شردشی بود او رو که می بود باز تقریبا 300 متر را برفم ده این اینجا زمستان البته بار نه اونجا که میمون باز این اینجا 50 نفر 60 نفر دیگه جمع میشد هر کسی میخون مردمی ها آسان خودشان جور کردن میشتن به 3 متری اونمور میزد در 3 متر یا 300 متر 300 متر یعنی 300 متر دیره اما سابقا میکنم تا 500 متر هم آور زده ای کشتن باز مرمی از او که میخورد خود طرف مثل راکت بود سر قوی بود مرمی سربی بود نیم مرمی سربی سربی خودشان گفت مجور میگرد باز دمی مراسم عروسی از استفاده میکنم نه ای البته در جمتیری بود که زمستان در بیکاری های مردمی کار رو میکنم باز در مسئله عروسی دیگه اینی تفنگ ها سابق کم کم بین ما تیت شده بود بعد از دوران نادرخان یکان دانه سرپوش کنه لمبر یکان دانه ملخای یکان دانه این نام تفنگ هست نام های تفنگ های یازده تیر است ملخای ها؟ ملخای بالاترین بود که از آلمان آلمانی ها بود چند تفنگ های انگلیسی بود یک فایل میکرد 11 تا مرمی میخورد شاجورش 10 تا باز یکی دیگر هم داخلی چی میکردی؟ این بود 11 تا دمی پاکستانی ها هستن هم حالی یک رقم اگر دیده باشید اونو به نام نو لمبر و کنه لمبر هم بود دیگه یک ساخت دیگه هم بود به نام ملوشه یکی دیگر هم میکلای کدام از یک نام داشت نامای وطنی بود بله پنج تیره میکلایش روسی بود بله اینی جمله ها بود مردم دیگه ولی کم
نه زیاد. بازیام اون مورک میگه 2000 پر خش میگه تنی بدر شردتون. اون یکیشان که میگیرید دیگه باز یک نفر رو میگه به نام چوپان. چقدر میرفت 600 کیلومتر. دوسم. اونجا برات پرسه سوی دیگه نمی بود چورونه سنگ میره کمی میمونه پرسن در روی زی خودشان میرفت 50 متر سوپر میشیش. که من نخورم. این از اینجا دیگه سر نوبت. وکیل صاحب ابراهیمی میامد پشت شخه شخه مانه که توفنگ شرچی بود میشه دو تیری باش داشت یعنی دو تیری خدا میزه اگر میخورد خوبی به کلگی میخواست مبارک باشه وکیل صاحب دو بود اگر نمیخورد تا آخرین نفر هر روز دیگه اوجا منتظر بود دیگه تشرتا خلاص شد دیگه با خلاص شد دیگه تشکر از محترم ها و بزرگوارا که برای ما به در فامیلی اینجا وکیل صاحب دعوت کردن به منا برادرای عزیز را ما دو قصه داریم یک قصه فرهنگی یک قصه طبیعی نخواه یعنی فرهنگیش کنیم و طبیعیش کنیم خدمت بیم و بردون که ازم وقت داریم خب خدمت باشه بدر فامیدی ما هستیم در قریه خواب بودیم سی فامیدی برنامه صندلی ما که بود همین تندور که سرد میشد همین نانمار که پخته میشد چای جوشا که جوش میکچیم که باز همین صندلی رو میاود همین سر تندور میمون باز یک نان بسیار لیافی کلان در نام شال کنجله میگفتیم از این پشم گسپند و از این چیزا درست میشه به نام جعفری میگفتن از این میدو با زمین جری سفیدا قصه میکرد خب مسئله یک طبیعی چی بود که یک نفر اگر مثلا یک دروازه کلان بدور که زورش نمیرست میگو برو و نفر نامش ابراهیم بود در نام آتی اسد میکرد آتی اسد اصدا که خب این نفر هم که میامد بدر فامیدی این رو که بالا میکردم و خوراگ چهار نفری میخورد بازم کار خود از رقمی اسکاواتور رو انجام میداد راحت بود خوراک چهار نفر هم میخورد همین کاسه نانتر هم که میخورد باز یک نان دیگر هم قاط کرده میخورد از پیش از نانتر یک نان دیگر بعد از نانتر میخورد اینطور هم میشد که کار کم میکرد نام زیاد میخورد یا کارم زیاد میکرد نه کارم زیاد میکرد ببینیم اون کلیاف جعفری کنجله را اگه ترکتر وار رو اینجا بالا میکرد اون رو بسا باز میشد کبی دروازه مثلا فهمیدیم سنگا یا آسیا یا نمی چیزای چوبایی که مثلا یک رقل چوبار در اطراف در خانه میداز در نام تیر میگه باز می کلی چیزا سر ستون میشه سر زور میای باز یعنی می چیزا رو یه بالا میکردم شاریه خود بند میکردم اونجا بالا میکرد قد یک دو نفر دیگه تا کو نبی بودی نمیشد باز اون چیز از خوراک از فقط استخاق چهار نفر دیگه بودم چهار نفر پیش از من دو میخورد خویی زده کنده بالا پایین بده سنگ های آسیه رو بیار بدر کار را انجام بده بازی یک وقت چی شده این مردم او زمان موتر نبود بدر فهم نیم کانات نبود چی بود باز این مردم قلیه گو بیاد تو آتیه سد همی روغن از مور پشت کو طرف کابل ببر بفروشیر باز یک ده اجده خانه بیس خانه ایر یک سر روغن هم بیداد بدر فهم یک کلو روغن یک چارک روغن دیگه خرچی زیر میداد قد یک چار پتیری دیگه ی اجدا سیر پشت دارا میخورد ی اجدا سیر پشت میکرد باز یک شش سیر دیگه ی موادی خرچ خود از از خود زیر مردم بده شش سیر از خود اجدا از 24 سیر پشت میکرد خو یمی تو دمی ازم یزا راجا دم سی خواد می تیم یا طرفی بدر کجا واس کجا می اس یخو گس یخو بدر فهمیدی دا چی در این میدان در این میدان از برادرای تاجیک نیست باز اینجا قرار دمی خود میگرد در سر یک سنگ باش کمی دمی باران شوه که یک بچه کک میگه 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 والا دیر مانده زیلا بازی یه میتو میکنه که میگم بیرو پشتکی درست کنه کفتا روز کن یه می پشتگیر تیلا میکنم دیست دیست دمی تصمیه رسپان زیبن میمونه یه هیچ خبر نمیشه که یک جایی میگه مخوان ازی میبرای بدر فامیدی و بچه تو اینجا چی بری کنم من بند مانده میجا خویر پس بدر دیست زیرا خطا میتر خب بدر فامیدی میاره در کابل بعد از اینکه نفر ها تو در کدام کابل هستی که ما بعد بیان گفت در کابل که من رفتم بدر فامیدم که شیوه در مندهی میاز مندهی که باز اول شی کشمش خرمو میاد ما زمان که کشمش ها در بازار که میفروخته یعنی خرمر رو کد میکده گفت از کشمش خرمو که تیشی دیسمالا اوزو میاد همین دیسمالا که اوزان بده یادر از خودم میگفته باز از اینکه تیشی سرای کچالو میاد مال مونجه هستم خویت میاد این روغنا رو سودا میکنه باز تعداد پیسا رو اولا میکنه یا رایی میکنه جای به جای میکنه میبینه که کابل شهر بازار کاروبار ما نکرفتیم در طرف خوی باز در منده می فرمیده شما که بده در منده برینج وقت اگه یادید باشه بده می جوالا چل سیره هست و پنج سیره هست می آیم جوالا سفید سفید بود ما چم سی سیر چل سیر بود آه امی بود خیار از موتر پشت میکنه و تا میکنه و بالا میکنه باز کدم سیاسر ایر میگه جوالی جان بیا یک دانه بجار در چارده سیره هست همیش تا چل ستون رو ببر کفتم میبر خوی بجیر پشت میکنه طرف چل ستون میرم یک تا ساستا یک در چل ستون میرسانه
فاس که میدم موزی بابور اینجا پالوانی بوده این مردم بدر جمع بیروبار غال مقال دیگه دیگه یم که چیز علیه ولیه و چیز علیه ولیه بازم برادر های کپل قومو قومو فیش پالوانی پالوانی میگیرم کتا پالوانی میگیرم ایرم زی پشتی زی جنجال کدش نیاک دمی سهل پالوانی ایرم برسانم یر که میرسه این پالوان رو متوجه بشم به قد این قومو چیز پالوانی میگیره واقف تو میگیره خوی او رو اعلام میکنه کلیگی متوجه ازی میشه بازی هم ریسپان خود واز میکنه بدر فرمی بوجید که چه سیاب نه نه بوجید رسانده رسانده در پاسگشت در پاسگشت خواه دمی اوزی بابور همین که پالوانی بود از زمان خواه در آن سر خورده اینجا که من بدر فرمیدی که پالوان هم کلیگی متوجه میشه بخی مجلس از سنزی میشه میگیر آیی ام وقت تای پشتی میکنه یه پاس میکنه یه ریسپان پاس میکنه یه پالوان که توی چی میکنه نه بازی هم یه ازار ازی شل بده یه پالوان نزدیک ازی تو ترمین ترمین گیری میگرن پشت شانش دم زیر کویل خود میگیره قضی دیسی خود یه ازار خود بار میزنه که شل بده گذاره یه خوب یه سو بار میزنه به در فامیل دی یه چیز خود جب گیره لامه کنه خراب میپر یه راش که میگه بخیه و بدر یعنی کلی گایی لان میبینه که فیلیس شده بابا خیر در شفاخانه بار پولیس های میگیره یه رو میبره به در فامیل دا اوزا خامی روزا میگم قومو به در فامیدی تو خیلی رزی کنم زوری خود دیگه جنگ تان کنه گفت قومو چیز قماندو سیب دیگه شما نم فرموستا دمی منطقه که می نیالی تر که میگرس میمی تو خشپه میکد ما شقص میچکد دیگه می قما زور خیلی تان کنم گفت دیگه دمی کو کمی نرگه وار چی گفتم که وحابیه وحابیه کمی وسا کمی قدیم مشک زد و من نرگه و بیرد برید خویر بدر فامی تحقیق خود دولت تای میکنه بعد از اینجا دیگه میگه ایتر گلگیری تو بدر فامی دی نکو زور تو زیاد است زور تو زیاد است بازی را تمرین میکنه بازی را بدر فامی دی کلش بدر به این رسیدگی میکنه بازی را نامش بدر فامی دی دو زمان پالوان ناصر میمانه یعنی بدر فامی دو منطقه از مو یعنی قضیه شده بود نوری صاحب پیام شما بر نسل موجوده بر ما بر شما بر دیگر دوستا پیام شما چی هست اگر کامرا در خدمت شماست سلامت باشین محترم پیام خو زیاد است استاد خود شما دیدین وضعیت کشور ما مردم ما بسیار ناجور است از کجاش تعریف بکنم تنها فقط یک نمیه که از تمام ملت مسلمان خود که میگه الحمدلله در یک دینی در یک مکتبیم پیرو یک کتاب آسمانی اینمی را از تمام ملت خود خواهشمندیم که فقط این رای قرآن تطبیق بکنه رای اسلام تطبیق بکنه که خیر و خوبی از این ملت فقط در اون راست چی خواهرای ما چی بچه های جوان ما چی پیرمردای ما دومیش دیگر پیام برای دوستای نمیسته برای قومای خود مخصوصا مردم هزارجات که فرهنگ سابقه خوده فراموش نکنند که بسیار فرهنگی بزرگ و با افتخار بود تمام فرهنگ‌های افغانی ما که ما می‌بینیم از دوستای چه پشتونی ما چه ازبک ما چه تاجیک ما کلاً فرهنگ‌های سابقه‌شان یک فرهنگی عجایب و غرایب و مزه‌دار است ولی آلی که این فرهنگ‌هایی می‌بینیم که از کشورهای بیگانه آمده این با او هیچ مقایسه نمیشه ما امیدوار هستیم که انشاءالله ملت و مردم ما فرهنگ خود گم نکنند دنبال من باشند السلام علیکم دیگه تشکر میکنم از وکیل صاحب که امروز کتی ما زحمت کشیده خانه خود در خدمت ما مانده و ایجا کتی ما وقت خود تیر کرد دیگه شما زنده باشین شما کلتان کسیم با برکت مردم هستین خداوند کمتان نکنه از ما برادرهای ما هستین دیگه بینندگان عزیز برنامه آخر است که خیلی مرخص میشیم از حضورتان برنامه آینده ما را متوجه باشین که ببینین بسیار امشار چیزهای خوب تاریخی قدیمی بخشتان میرسانیم دیگه بازم خداحافظ شما با امرای رفیقا یک چند دقیقه دیگه ما شیستیم ما از پیش از اینا مرخص میشیم خداحافظی خدا میکنیم هر جای باشین آرام باشین از بلای زمین آسمان دور باشین لباس عافیت بتن داشته باشین خداوند از بلای زمینی آسمانی کل مسلمان ها را که سر تا سر جهان است خداوند نگاه کنه خدا نگاه دارتان السلام علیکم